این سیمین است، عکاسی که در داستان این مجموعه تازه از شیرین نشاط بدل اوست و به گوشه ای از آمریکا می رود، در خانه ها را می زند و درخواست می کند اجازه دهند از افراد عکس بگیرد و از آنها می خواهد از خوابهایشان بگویند، خوابهایی که او می خواهد آنها را تعبیر کند. نتیجه مجموعه ایست گیرا از پورتراهای افرادی عادی، از فقیر و غنی، از زن و مرد، از پیر و جوان. این انریکه زاپاتا، 94 ساله، از آلباکرکی نیو مکسیکو. شیرین نشاط میگوید این مجموعه نگاه اوست به جامعه مهاجر آمریکا، نگاه یک مهاجر ایرانی به آمریکایی ها. کندوکاو این جامعه. او میگوید در آمریکا این روزها ورق برگشته، بر خورده، آدمهای جدیدی روی کار آمدند. رشد نژاد پرستی مهاجران را تهدید میکند. این یکی سرباز در ارتش آمریکا، مانوئل مارتینز، با خالکوبی‌هایش و خوابهایش. شیرین نشاط میگوید تحولات این روزها در آمریکا میتواند نهایتا به یک گسست اجتماعی بیانجامد. شیرین نشاط has been شیرین نشاط مدت هاست که یکی از شخصیت های مهم دنیای هنره که در نیویورک زندگی میکنه، در تبعید، چون نمیتونه به ایران برگرده که کشورشه، کشوری که خانوادهش هنوز در اون زندگی میکنن. هنرمندی که از عکاسی گرفته تا سینما کارهای زیادی خلق کرده و این جرأت رو داشته که هر از گاهی هنر رو کنار بگذاره تا بتونه برداشت بهتری از اون پیدا کنه. کسی که میتونه سوژه هاش رو که بهشون احساس نزدیکی میکنه طوری عمیق بررسی کنه. Exploring them in meaningful ways. برای این تازه ترین مجموعه از عکسهایش شیرین نشاط بساط استودیوی عکاسی سیارش را به خانه های مردم برد و از آنها از رویاهایشان پرسید و از خوابهایشان، خوابهای خوب و بدشان. میگوید متوجه شد که انسانها در رویاها و آرزوهایشان چندان متفاوت نیستند. در این مجموعه آثار او نکات اصلی خوابها را به تصویر کشیده در کنار پورتره ی افراد. این ویدیو از او در حال کار از بخشی از مستند موزه معروف برود در لس آنجلس گرفته شده. خطاطی فهیمه گوران هم جز مهم این پورتره هاست. نوشته هایی از متون فارسی کتاب های قدیمی تعبیر خواب را او به خط فارسی ترسیم کرده. خوابهای افراد در نیو مکسیکو نچندان متفاوت از خوابهای افراد در ایران قدیم و شاید امروز. جزی از این مجموعه آثار فیلمی است در دو قسمت از سیمین که در این گوشه ای آمریکا از افراد عکس میگیرد و از خوابهایشان میپرسد. این مرد میگوید این رویا نیست، کابوس است که او دارد. اما در این مسیر سیمین به تأسیساتی وارد می شود که در آن عده‌ای از ایران دارند عکس‌های او را و خواب‌های افراد را تجزیه و تحلیل می کنند تا دشمن را بهتر بشناسند. سفری در خیال‌ها، در متن دشمنی‌های ایران و آمریکا. Come in and you're immediately wrapped by these works, these portraits where everyone. وقتی وارد گالری میشید بیشتر از 60 پورتره از افراد مختلف شما رو احاطه میکنه که همه به شما زل زدن. عکسای سیاه‌سفید که سبک شیرینه. بعد که به طبقه پایین میرین دو نمایش ویدئویی رو میبینید که در اون یک زن جوان که بدل شیرینه بازی میکنه و وقتی دوباره به طبقه بالا میایید و عکس‌ها رو میبینید متوجه میشید که داستانی در پشت این عکس‌ها وجود داره که در وهله اول چندان واضح نیست. When you come back up and are engaging with these portraits again that there is a story behind them. این عکسی از کونسوئلو کوینتارا.
کارهای شیرین نشاط همه ریشه در تجربه های شخصی او دارد، به عنوان مهاجری که از وطنش دور افتاده و همه تأثیرهای روانی این دوری. در کارهای او ابهام هم جای زیادی دارد، چه در تنظیم عکس و چه در نگاه سوژه. در این عکس ها مهاجران را مثل سایر انسان ها آنطور که هستند میبینیم، با همه قوت ها، ضعف ها و شکنندگی هایشان. و بیم و امید هایشان. دستاوردی بزرگ برای هنر عکاسی و شیرین نشاط. کسری نجی، بی بی سی، گالری گودمن، لندن.